با بسته شدن در سفری بدون مسافر و بدون راننده شروع می شود. شهر تریکالا در مرکز یونان اولین شهر اروپایی برای اجرای پروژه سیتی موبایل 2 یا اتوبوس بدون راننده است. این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا توجه کارشناسان بین المللی را جلب کرده و مسئول پروژه آن میگوید هدف جایگزین کردن راننده با کامپیوتر نیست، بلکه معرفی وسیله دیگر برای افزودن به ناوگان‌های موجود شهری است. مشکل تصادفات رانندگی، ترافیک سنگین و آلودگی را میتوان با وسایل حمل و نقل عمومی حل کرد. اما متاسفانه وسایل حمل و نقل عمومی با راننده این مشکل را حل نمی‌کنند. حلقه گم شده برای برطرف کردن مشکلات استفاده از وسایل خودران است. اتوبوس ساخته کارخانه فرانسوی روبوسافت با 5 متر طول و 1.5 متر عرض قادر به حمل 10 مسافر با سرعت 20 کیلومتر در ساعت و در مسیری به طول 2.5 کیلومتر است. این اتوبوس خودران مجهز به لیزر، جهتیاب ماهواره‌ای و سامانه نقشه برای پیدا کردن موقعیت مکانی و کنترل حرکت است. فناوری لیزر موانع مسیر حرکت را ردیابی و 12 باتری برقی آن در 2 ساعت شارژ می شوند. موتور خودرو برقیس و موقعیتش را با لیزر و جهتیاب ماهواره‌ای پیدا می‌کند. اتوبوس در مسیر معین بر اساس نقشه شهر و با ضریب دقت 1 سانتی‌متری حرکت می‌کند. هنگام مواجه شدن با مانع در مسیر با استفاده از جهتیاب لیزری سرعتش را کم و یا کاملا توقف می‌کند. مقام‌های شهری برنامه‌هایی برای آگاهی رسانی به شهروندان مسافر و همچنین رانندگان شروع کردند. با این حال، بعضی‌ها خط ویژه اتوبوس و خدمات تازه را نادیده می‌گیرند. در اتاق کنترل، تکنسین‌ها همه چیز را کنترل می‌کنند. در صورت بروز مشکل، پلیس راهنمایی و یا راننده مجاز به محل اعزام می‌شود. سامانه ایمنی لیزری هر مانع یا انسان را تشخیص می‌دهد. اگر فاصله با آن کمتر از 2.5 متر باشد، اتوبوس همان لحظه ایست کامل می‌کند. در نتیجه خطر تصادف به صفر می‌رسد. خانم سامارا و 2 پسرش به کلاس انگلیسی می‌روند. آنها معمولاً با دوچرخه این مسیر را طی می‌کنند، اما بچه‌ها امروز می‌خواهند اتوبوس را امتحان کنند. کاملا بی صدا بود. زنگی که رسیدن اتوبوس را خبر می‌دهد تنها صدایی است که به یادم مانده. سرعت آن خیلی جالب است. فکر می‌کردم باید کمتر از اینها باشد. بچه‌ها هم از حرکت نرم آن در جاده خوششان آمد. با وجود سابقه طولانی دوچرخه سواری و رعایت حق دوچرخه سواران در خیابان، انتقاداتی هم به این اتوبوس وجود دارد. بعضی ها به کمبود جای پارکینگ در شهر انتقاد می کنند، اما شهردار تریکالا می گوید برای ما قابل فهم است که شهروندان بلافاصله آن را نپذیرند. انتقاداتی هست، دردسرهایی برای شهر داشت. برای گذاشتن فیبر نوری خیابان ها را کندیم، اما می دانم نظرشان به تدریج عوض می شود، چون این تغییر مثبتی برای تریکالا است. علاوه بر تریکالا، شهر لئون در اسپانیا، میلان در ایتالیا، رالوشل در فرانسه و بانتا در فنلاند در پروژه سیتی موبایل 2 شرکت دارند و هر یک به مدت 6 ماه میزبان اتوبوس‌های بدون راننده خواهند بود.